سلام، خوش اومدید. من احسان عابدپوشی هستم. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. از این ضرب المثل اینطور برمیاد که سفر از نگاه ایرانیان غیر از تفریح از ضروریات زندگی هم بوده. اما حالا با 2-3 برابر شدن قیمت پروازهای خارجی اونطور که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته، سفر از سبد بعضی از خانوارها حذف خواهد شد. این افزایش قیمت به دلیل حذف ارز 4200 تومانی برای شرکت‌های هواپیمایی بوده. این موضوع چه تأثیری احیانا بر تصمیم شما برای سفر ممکنه بذاره؟ اینجا هشتگ شماست برای شرکت در بحث و پاسخ به این سوال. از این راه با ما در تماس باشید: ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر. از طریق تلفن هم که مثل همیشه میتونید نظرتون رو با ما در میون بذارید. اما چرا قطع شدن ارز دولتی برای شرکت‌های هواپیمایی تا این حد بر افزایش قیمت بلیط‌ها مؤثر بوده و تأثیر گذاشته؟ بذارید با هم دیگه با چند عدد و رقم این موضوع رو بیشتر و بهتر بررسی کنیم. بسیار خوب. اونطور که بسیار از خبرگزاری‌های داخلی بررسی کردن، با شرکت‌های هواپیمایی صحبت کردن، چیزی حدود 60% از هزینه‌هایی که شرکت‌های هواپیمایی باید پرداخت بکنن از طریق ارزهای خارجی صورت می‌گیره. مشخصه که طبیعتاً در سفرهای خارجی این شرکت‌ها باید برای پرداخت هزینه‌های هواپیمایی‌هاشون در فرودگاه‌ها مثلا از ارزهای خارجی استفاده کنن. بنابراین بخش عمده اون قیمتی که نهایتاً مشتری هم باید برای بلیط‌ها پرداخت بکنه در مقام اولیه‌اش در واقع میشه گفت که از طریق این ارزها پوشش داده شده. بنابراین میشه حدس زد که این افزایش هم بی ارتباط با اون قضیه نیست و دلار تا پیش از این برای این شرکت‌های هواپیمایی با ارزش 4200 تومان از طرف دولت داشته تامین می‌شده، اما حالا از وقتی که دیگه طبق برنامه‌ها و اون سیاست‌های جدید ارزی دولت دلار 4200 تومانی تعلق نمیگیره به این شرکت‌ها، باید از طریق دلار 9000 تومانی این هزینه‌هاشون رو پرداخت بکنن. بنابراین این سرشکن میشه و بخشی از این رو باید مسافر پرداخت بکنه از طریق بلیت گرانتر. و البته اینطوری هم نبوده که فقط بخواد این روی سفرهای خارجی و قیمت بلیط‌های سفرهای خارجی تاثیرگذار باشه. در داخل هم سفرهای داخلی از 20 تا 40% بسته به اینکه به کدوم شهر پرواز می‌کنید افزایش قیمت داشته. در توجیهش هم البته شرکت‌های هواپیمایی گفتن که چون بعد قطعات و لوازم یدکیشون رو همچنان با پرداخت ارز تهیه بکنن، این افزایش 20 تا 40% توجیه پذیره. بگذاریم که خیلی‌هاشون میگن همینم حتی موجب ضررشونه. و اینکه در مجموع اگه بخوایم ببینیم که چقدر سفر خارجی در کشور انجام میشه، اگه فقط به سال 96 بخوایم اکتفا بکنیم، 10,500,000 سفر خارجی صورت گرفته که حدود 5,200,000 از این پروازها در واقع از این سفرها در واقع از طریق پرواز هوایی بوده و میشه گفت که 50% مجموع سفرهای خارجی از طریق هواپیما بوده. بنابراین برای مردم مهم بوده. اما اینکه حالا از این به بعد با این افزایش قیمت آیا همین اعداد رو در مورد میزان سفرها شاید باشیم یا خیر، باید صبر کرد و دید. واکنش مسئولان هم بذارید با هم دیگه بررسی بکنیم. چند تا نقل قول داریم. مقصود اسعدی سامانی که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته با افزایش قیمت‌ها حمل و نقل هوایی از سبد برخی از خانوارها حذف می‌شود. در ابتدای برنامه بتونین رو گفتم. الان از شما می‌پرسیم که واقعاً از این به بعد سفر به اندازه سابق می‌تونید برید یا خیر. امیر هاتفی که عضو انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی و گردشگری گفته با ادامه این وضعیت ممکنه که 80% آژانس‌های مسافرتی هم در آینده نزدیک تعطیل بشن. بنابراین مشاغلی که حول و حوش به حال صنعت توریسم و گردشگری ایران هم هست، میشه حدس زد که با این افزایش قیمت‌ها ممکنه که از بین بره. و حرمت الله رفیعی که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران هست گفته ایرلاین خارجی حق نداره سیستم فروش بلیت خودش رو مسدود بکنه، فروش مستقیم داشته باشه و از مشتری ارز دریافت بکنه. این حرف بعد از این زده شده که گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه بسیار از این ایرلاین‌های خارجی هم حتی اونایی که در ایران دارن فعالیت می‌کنن اصلا فروش بلیت از طریق آنلاین از طریق وبسایتشون رو قطع کردن که مشتری مجبور بشه بره در داخل خود آژانس اونجا از طریق پرداخت ارز در واقع بلیتو بخره که از نظر این مسئول این کار به هر حال غیر قانونی هستش. بریم ببینیم رو خطوط قبل از تلفن‌ها. البته می‌خوایم که بعضی از تجربه‌هایی که شما برای ما در تلگرام امروز فرستادید رو با هم دیگه بررسی بکنیم در یک ویدیو کوتاه. همون سوال اصلی برنامه رو ازتون پرسیدیم اونجا هم که این افزایش قیمت چه تأثیری بر سفرهای شما در آینده خواهد گذاشت. تو این مملکت یک روز قیمت عوارض خروج از کشور 2 برابر میشه، یک روز قیمت دلار 2 برابر میشه، یک روز قیمت مسکن 2 برابر میشه، یک روز قیمت خودرو و امروز هم قیمت بلیت هواپیما 2 برابر شد. همین الان فرار کردن ما از کشور متحمل هزینه 2 برابری شده. هواپیمای ترکیش، قطر، امارات واقعا قیمت‌های بی‌نهایت غیر واقعی، 7 میلیون، 14 میلیون، 25 میلیون. و همسر من که ساکن آلمان هست و خودش هم آلمانیه، برای من قیمت‌ها رو مقایسه کرد، دید اگه خودمون بخواد برام بگیره خیلی از بلیط‌ها تقریبا زیر 200 یورو میشه. در زمانی که های سیزن یا حد اکثر قیمت‌ها بود در اون فصل، چیزی هولوش 12-13 میلیون تومان قیمت بلیت تجاری یا بیزنس از تهران به مقصد آمریکا میشد. ولی الان شاید با این مبلغ شما بتونید در واقع یک بلیت اکونومی رو در واقع یا بلیت معمولی رو با همون در واقع شرکت هواپیمایی تامین بکنید. و خب این مردم رو واقعا تحت فشار قرار میده، چون خیلی‌ها مجبورن پروازهای خارجی بگیرن و بلیت رو تهیه کنن. پنجشنبه اول وقت آژانس سعی کرد بلیط‌های ما رو تغییر تاریخ بزنه، اما سایت ماهان فقط اطلاعات بلیط رو تو سایتش داشت و درگاه پرداخت رو بسته بود. این اتفاق تا شنبه ادامه داشت، تا اینکه شنبه ظهر کلاً وبسایت رو از دسترس خارج کرد، مدت حدوداً 2-3 ساعت، و بعد از اون با قیمت 2 برابر بلیط رو گذاشت. در واقع اینها بلیطی رو که ما خریدیم به نرخ قبل و با جریمه بر ما کنسل میکنن و به نرخ جدید و 2 برابر به مسافر جدید میفروشن. به نظر من بزرگترین ضربه‌ای که افزایش قیمت بلیط‌ها زده به دانشجویان خارج از کشوره. من یک دانشجویی هستم که یک بلیط هواپیما رو خریداری کردم 2 ماه قبل از تهران به مقصد شیکاگو، اما از اونجایی که سفارت امریکا خیلی در صدور ویزاها تأخیر داشت و اینا ویزا دیر اومد، من مثل خیلی دیگه مجبور شدیم که پروازمون رو به تعویق بندازیم، همین چند 1-2 روز قبل. اما هنوز این کار رو نتونستیم انجام بدیم، چون اون بلیتی که من خریده بودم 3,600,000 الان قیمتش بالای 17 میلیون تومان هست. البته در نظر داشته باشیم که اقشار ضعیف جامعه براشون سفر داخلی هم دیگه تبدیل به یه آرزو داره میشه، چه برسه به سفرهای خارجی. مثلا از زاهدان تا تهران، چون من زاهدان زندگی میکنیم، همیشه 100-120 بود، الان با افزایش قیمت ارز یا افزایش حتی تا 400 و خورده هزار تومان هم قیمت بلیط شده. بسیار خوب، تجربه شما رو که از طریق تلگرام گرفته بودیم با هم دیگه اینجا شنیدیم. بریم رو خطوط تلفن ببینیم که بهارک و منوچهر از تهران و شهریار چه تجربه دارن. بهارک، اگر که قصد سفر خارج از کشور داشتید در این روزها، از افزایش قیمت بلیط‌ها بگید، آیا شما هم تجربه کردین افزایش رو؟ احیانا چه تأثیری بر سفرتون ممکنه بذاره؟ بله، هم خودم هم مادرم قرار بود که سفر داشته باشه، ایشون دعوتنامه‌شون اومده بود، اما بلیتی که قرار بود بخرن 1 و خورده الان 3 و خورده شده، یه کارمند بازنشسته است نمیتونه دیگه بره. من خودم هم دیگه اقدام نکردم. یعنی به کل سفرتون رو کنسل کردید به خاطر این قضیه؟ بله، به کل کنسل کردیم. برای دیدار خانواده بود، من خودم هم یه کاری رو بعد انجام میدادم، ولی به کلی کنسلش کردیم. خب وقتی صحبت سفر خارجی میشه، خیلی هم ممکنه بگن تو این وضعیت اقتصادی کشور ارز به هر حال دچار مشکلات زیادی هست، اصلا چه دلیلی داره که مردم بخوام سفر خارجی فکر بکنن و این سوبسیدهای دولتی هم که تا حالا داده میشد به شرکت‌های هواپیمایی رو بی اساس و بی دلیل میدونستان و عملاً میگن که خب از این به بعد باید به کارهای اساسی‌تر و به اون اولویت‌های اصلی پرداخت. از نظر شما سفر اولویت هست در زندگی آخر؟ در اصل که اولویت سفر اصلا یه چیز لوکس نیست، یه چیزی جزو ملزومات زندگیه، اما تو شرایط فعلی هم باز به خاطر لوکس بودنش نیست. من فکر می‌کنم هر جایی که ارز دولتی وارد میشه فقط محلی میشه برای اینکه بتونن فساد، باعث میشه که بتونن یه مقدار زیادی اون وسط یه نفر بتونه پول زیادی به جیب بزنه، وگرنه این طور نیست که سفر یه چیز لوکس باشه. چون من مادرم 20 ساله برادراشو ندیده، می‌خواسته بره ببینه، الان نمیتونه. این چیز لوکسی نیست اصلا. البته که حتی برای تفریح هم کسی بره، به نظر من باز چیز لوکسی نیست. سفر یکی از ملزومات زندگی انسانه، برای ما همه چیز لوکس شده. به حال تأثیری که بر روحیه و نشاط و سلامتی روان انسان میذاره رو معتقدید که باید در نظر داشت. خیلی ممنون از شما، مرسی. با بابرک خدافظی میکنیم. منوچهر از شهریار، شما چطور؟ اگه تجربه‌ای در مورد سفر خارجی داشتید تو این مدت اخیر، این چند روزی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، میشنوید. سلام عرض میکنم. عرضم به حضورتان، ما قبلا همین کشور همسایه مثلا میخواستیم شمال عراق بریم، جوانا رو با برای دیدار اقوام درجه 1 جوانا رو با راه زمینی میفرستادیم و من و همسرم که سن بالاتری داشتیم با هواپیما میرفتیم که خب حدود 700 تا 800 تومن بود، الان شده 1,600. من فکر نمی کنم که اکثر مسافرت ها یا اقلیتی از مسافرت ها همه فقط لوکس باشه. 95% افرادی که در ایران زندگی میکنن مطلقا سفر خارجی نداشتن و نخواهند داشت، ولی در داخل که حداقل من برای شهر خودم در منطقه زاگرس مثلا 300 تومن میدادم رفت و برگشت با هواپیما، امروز که سوال کردم شده 600 تومن. یعنی واقعا نمیتونم سری به پدر مادرم بزنم یا پدر مادرم اونجا بگن بیان به من سر بزن، چون امکان راه زمینی براشان وجود نداره و این چیز لوکسی نیست. وقتی یه چیزی گران میشه زنجیروار به همه وابسته است. حالا من نمیدونم چقدر ارز خارجی که جلوش گرفتن برای مسافرت ها باعث به اصطلاح رونقی میشه در ارز کمک به اقتصاد ما. اینو من آمار در دست ندارم، ولی میدونم که همه مسافرت ها هم لوکس نیستن و خیلی ضروریه. مثلا من حداقل سال یک بار عید بایستی به دیدار خواهر و مادرم برم. خب اینم از من الان دریغ شده و واقعا نتوانستیم. ما چند روز اونا ببخشید خارج از کشور هستن منوشهر، خواهر و مادرتون؟ نه برادر و برادرزاده و اینا هم، ولی اونا ایلام هستن. بله اینطور که شرکت در حال بر قیمت سفرهای داخلی هم از طریق هواپیما تاثیر گذاشت. از سلیمانیه میرفتیم که من به دیدن برادرزاده و خواهرزادم میرفتم، قبلا 700 تومن بود الان 800 بود که من و همسرم قرار بود با هواپیما بریم، جوانها با ماشین و از راه زمینی بیان، متاسفانه نتوانستیم و کنسل کردیم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. مرسی برای دو نفر بهارک و منچر. خداحافظی بکنیم، چند تا توییت و پیام براتون بخونم. امید نوشته که این ضربه آخر به پیکره بیجان ایرانگردی و جهانگردی بود. سال گذشته در همین تاریخ دفتر 35 نیرو داشت که در حال حاضر به 6 نیرو رسیده. با این شرایط قطعاً دفاتر خدمات مسافرتی از بین خواهند رفت. تعداد زیادی از پرسنل شرکت‌های هواپیمایی و پرسنل فرودگاه‌ها هم بیکار خواهند شد. از این صفحه براتون چند تا نظر بخونیم. مری برامون در اینستاگرام نوشته که بلیط‌های داخلی هم گرون شدن. طبعا فقط بلیط خارجی نیست، همین الان به خاطر گرونی بلیط هواپیما دارم با قطار سفر میکنم و اصلا هم خوشم نمیاد. مهدی گفته که رشت به مشهد من ماه قبل 200,000 تومان پرداخت کردم میرفتم، الان شده 605,000 تومان. سال 96 چارتری تا 120,000 تومان هم پیدا میشد. و امیدم گفته که بلیط 2,800,000 تومانی به پرواز قطر به مقصد منچستر که 10 روز پیش خریدم شده 7,400,000 تومان. یعنی واقعا زور داره از نظرش. بریم بازم رو خود تلفن ببینیم که این بار کیه با ما هستن. پیام رو از ایلام داریم، از گیلان ببخشید، و بعدم با احمد از گرگان ظاهرا صحبت می‌کنیم. بله پیام شما بفرمایید که اگر که قصد سفر دارید این روزها به خارج از کشور، از قیمت بلیط‌های هواپیما چی شنیدید و اصولا این تأثیری بر اصل سفر شما خواهد گذاشت یا خیر؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. البته عرض کنم که ما توی شرکت هواپیمایی کار می‌کنیم و در واقع 2 سال هست که شرکت هواپیمایی داریم توی استان گیلان. خب شرکت هواپیمایی طبعاً دقیقاً همون جایی که الان موضوع برنامه ما هم هست. بفرمایید که اصلا این تأثیری مثلا بر میزان خرید و فروش بلیت گذاشته یا خیر؟ در واقع بیزنس شما یا داره ضرر می‌بینه از اینکه قیمت‌ها رفته بالا، مشتری کمتر دارید این روزا یا؟ بله شما به نکات خوبی اشاره کردید. فقط یه نکته خیلی مهمی که برای ما هستش این بود که ما ضربه اولو که در واقع باعث شد که کاهش مشتری داشته باشیم زمانی خورده شد که نرخ ارز شروع کرد به نوسان و نرخ بالا رفت. یعنی ما از ابتدای در واقع از سال گذشته، از اواسط سال گذشته ما کاهش مشتری داشتیم و الان خصوص الان که این تو این یه هفته تقریبا افزایش نرخ پرواز خارجی و داخلی هستش مطمئناً 50-60% از مسافرهای ما کم شده و ما در حال تعدیل نیرو هستیم. واقعاً حالا اینو ایرلاین ها اعلام کردن و مردم هم از این ور دارن ضربه میبینن روی این. حالا جالبه که همین نکته رو الان من در یکی از پیام هایم که خوندم اشاره شده بود که در واقع تعداد کارکنان این شرکت‌ها دارن کم میشن. اما فکر می‌کنی پیام غیر از این که طبیعتاً مستقیما شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های به حال هواپیمایی مثل شما ممکنه که ضرر بکنن، چه بخش‌های دیگری از اقتصاد و صنعت گردشگری ایران هستش که با این قضیه ممکنه که آسیب ببینه و شغل‌هایی که ممکنه از بین بره؟ برداشت شما با توجه به اینکه در این صنعت هستید چی؟ درسته. خب مطمئنا اول که شرکت‌های خدمات مسافرتی هستن ضربه می‌بینن و بعد از اینها اقامتگاه‌ها هستن، هتل‌ها هستن، تمام مراکز تفریح هستن. ما خودمون از سال گذشته تقریبا شروع کردیم از اروپا مسافر می‌گرفتیم برای ایران به صورت اینکامینگ. الان با این افزایش نرخ بلیط‌ها و شرایطی که ایجاد شده خیلی اعلان‌ها الان می‌خوان از مسیر ایران خارج شن که این مشکل اساسی هستش که اگر این اتفاق بیفته خب خیلی از ایلان‌ها دیگه نمی‌صرفه برایشون که هم به ایران بیان و مشتریای ما از جای دیگه دنیا که وارد ایران میخوان بشن به مشکل اساسی میخورن. برای اینکه اینو یکم بهتر باز بکنیم، منظور شما اینه که در واقع حتی توریست خارجی هم به ایران نمیاد چون برای پرواز برگشت از ایران به اون مقصد اروپایی مثلا مسافر ایرانی نیستش که اصلا توان پرداخت هزینه بلیط داشته باشه. درست میفهمم؟ در واقع هم این همون ایرلاین هایی که تا الان پرواز مثلا به شیراز مستقیم برگزار میکنن، به تبریز مستقیم، به اصفهان، به شهرهای دیگه، اینا کم کم با این نرخ ارز دیگه خب پرواز برگزار نمیکنن توی ایران و مطمئنا از اون ور مسافرایی که قصد ورود به ایران دارن دچار مشکل میشن و ترجیح میدن کشور دیگر رو انتخاب کنن. خود شما آیا فکر میکنید که احتمال این که اصلا بخواید در مجموع این کار رو کنار بذارید اگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه این هست، یا یعنی که به هر حال سفر همچنان برای عده‌ای مهمه از اولویت‌ها و ضرورت‌های زندگی هست؟ نه. به نظر من دیگه مردم الان انقدر شرایط اقتصادیشون واقعا سخت شده در صورتی که سفری نیازه و همونجوری که بزرگان ما هم گفتن بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی. واقعا مردم ایران توی فرهنگشون سفر کردن هست، همونجوری که می‌بینید با ماشین با هر نوع وسیله نقلیه که شده سفرشون رو انجام میدن. اما دیگه با این شرایطی که داره پیش میاد سفرهای خارجی مطمئنا داره کم میشه، یه ذره گردشگری داخلی شاید جون بگیره، اما باز گردشگری داخلی هم مستلزم هتل‌های خوب ما هستیم، ما اقامتگاه نداریم، خیلی شرایط زیرساختمون ضعیف است و مطمئنا خب باز مردم ضرر میکنن. خیلی کوتاه پیام شد دیگه، طولانی شد، ممکنه فرصت برای بقیه کمتر باشه. تایید میکنید این افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت پروازهای داخلی رو؟ ما الان سایت فروش آنلاین بلیط داریم. میخواستم اینو بهتون بگم که داخلی پروازهای داخلی بین 100 تا 120 درصد افزایش داشته و پروازهای خارجی بین 300 تا 400 درصد افزایش نرخ داشته. اینو تمام مردم هم میتونن لمس کنن و حتی این داره بالاتر میره و شاید بیشتر هم بشه. بسیار خب، پس حتی چیزی بیش از اون چیزی که رسما به عنوان افزایش قیمت پروازهای داخلی یعنی 20 تا 40 درصد هست رو الان پیام به عنوان کسی که خودش آژانس مسافرتی داره بهش اشاره میکنه. احمد از گرگان، تجربه شما. درود بر شما جناب آمرتوسی. من میخوام اصلا از یه منظر دیگه‌ای مطلب رو بیان بکنم، اونم این که ببینید ما الان کشورمون دیگه شرایط اضطراری قرار داره، قبول، خب، ولی خب باید در نظر بگیریم این شرایط اضطراری باز خودش یه اثراتی تو جامعه میذاره، اثرات اضطراری میذاره. این اضطرار واسه آدم که داره تو این جامعه زندگی میکنه اصلا استرس میاره. این وجود این سفرها و این ارزی که تخصیص پیدا میکرد به این پروازهای خارجی به عقیده من باعث میشد این استرس خیلی کم بشه، چون یه بخشی از جامعه که طبقه متوسط باشن خیلی براشون این اخبارها مهمه، خیلی این مسائل رو زندگیشون تاثیر میذاره. به قول معروف که اونایی که خیلی بالا هن که خب خیلی قدرتشون زیاده و حاصل براشون زیاده حفظ میشن، اونایی هم که خیلی پایینن بندگان خدا براشون امید انقدر دیگه پایین رفته که اصلا مهم نیست. این طبقه متوسط اینها با این ارزی که تخصیص پیدا می‌کرد روحیه‌شون حفظ می‌شد. اما به نظر میاد احمد مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی‌هاشون این نگاه شما رو ندارن. مثلا حتی رهبر جمهوری اسلامی اخیراً گفته بود که میزان سفرهای خارجی ایرانیان زیاده و اصولاً کمتر شاید باید بشه تو این وضعیت. رئیس سابق بانک مرکزی ایران هم به نوعی وقتی صحبت از قیمت ارز بود همین نکته رو بهش اشاره کرده بود. فکر می‌کنید تاثیر کم شدن و کاهش سفرها با توجه به اینکه به قول شما روی نشاط اجتماعی، روی نشاط فردی و سلامت روان افراد تاثیر می‌تونه بذاره در سطح جامعه، اگر این سفرها کمتر بشه چطور تاثیری ممکنه شاهدش باشیم؟ خب ببینید مسلمه که تاثیر بسیار منفی میذاره. خب اما اینکه مطرح کرد که مقامات نظام محترم دارن چی میگن و نسبت به این چه نظری دارن، خب من باید بگم که این دقیقاً نشون دهنده همین خط کلی سیاست‌های اینهاست دیگه. ببین اصلا با شادی که کلا مخالفت خیلی گسترده‌ای دارن، خب این مثلا اصلا یه بهانه هست که بدن دستشون اینا خیلی قانونی بیان یه چند تا متحدن به حال بیز اکثر از جامعه رو خودشون پیدا بکنن متحد بکنن که این شادی رو مخالفش باشن، چون حالا به هر دلیلی اینا هم بیان طبقه متوسط حد اکثر تحت فشار بذارن. یعنی اصلا نیتشون اینه که طبقه متوسط رو نابود بکنن، تبدیل بکنن به طبقه فرودست جامعه، که دیگه این جنبش‌های نمیدونم دموکراسی خواهی رو این حرف ها اصلا برداشته بشه، پرچیده بشه، این حقوق بشر و حقوق فلان، یه مردم گرفتار بشن به حقوق اولیه. اونایی که گفتن که خیلی اونایی که خیلی بالا که خب هستن دیگه، اونا اصلا خیلی برای حاکمیتی خطر ندارن، چون سودشون در اینه که حاکمیت باشه که از دارایی‌هاشون حفاظت بشه. بسیار خوب. راستین ادامه بدن اینطوری به نظر من تفصیلی باشه. مرسی از شما محمد که در بحث ما شرکت کردید. بریم با هم دیگه واسه چند تا پیام بخونیم. محمد نوشته شما تا حالا کجای دنیا دیدید دولت برای سفر خارجی سوبسید بده؟ اصلا مگه چند درصد مردم سفر خارجی میرن؟ محمد هم نوشته که قیمت بالای ارز به تاجر هم صدمات زیادی میزنه، چون برای بازاریابی باید سفر بکنند، با این هزینه ها امکان ندارد بشود و توان تاجر کوچک کم بشود. باباجاده گفته که این هفته قرار بوده، ببخشید اون رفت بالا دیره دیگه برای خوندم، پرواز داخلی تهران اهواز یک هفته پیش 220,000 تومان بوده، دیشب به 370,000 تومان رسیده. هلیا گفته که پرواز تهران به میلان را خریدم 1,500,000 تومان یا 600 نهایتاً 2,000,000 شده، الان به 5,000,000 تومان هم رسیده. روما گفته که برای کارم باید سفرهای زیادی برم، دیروز پرواز تهران مسکو رو مجبور شدم از ماهان نفری 4,600,000 تومان بخرم. و مونا هم گفته پروازهای خارجی که هیچی، همین تو کشور خودمون از این شهر به اون شهر واسه دیدن عزیزامون هم دیگه امکان سفر نیست و نمیتونن سفر برن. بریم اینجا ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی، حالا غیر از اون پیام‌هایی که برای ما الان دیدید تو این چند ساعت اخیر اومده، مردم تو این چند روز با توجه به افزایش قیمت‌ها در توییتر و اینستاگرام به خصوص چه واکنشی نشون دادن. آداجیو نوشته که یه نگاه به قیمت بلیت پروازهای داخلی انداختید، به قیمت بلیت قطار چطور، یا نرخ رزرو هتل‌ها چی؟ نه تنها تو کشور زندان شدیم، تو شهرمون هم زندان شدیم. زندانی بودن مرخصی و زندانی بدون مرخصی امکان سفر، جوونیمونو داره میگذره و جزء قشر متوسط بودید دیگه نیستید از الان. نظر بعدی از غزل هست که گفته که 3 سال پیش با 36,000 تومان بلیت VIP میگرفتم برای شهری که درس میخوندم، امسال با 32,000 تومان بلیت اتوبوس معمولی. طبقه آدم همینطوری عوض میشه، یعنی عوض میکنن، زحمتش با ما نیست. و مورد بعدی رو برامون دکتر فرانکنشتاین نوشته، گفته که بلیت هواپیما به قیمت حقوق 1 ماه که اینجا 869,000 تومان بلیت تهران به بندرعباس هستش که تصویر بلیتش هم گذاشته، گفته یک کارگر ایرانی با حقوق 1 ماهش میتواند به بندرعباس برود، ولی متاسفانه نمیتواند برگردد چون این بلیت یک طرف است، چون پول نداره. تازه اگر حقوقشونو مثل من 4 ماه عقب نندازن، در واقع حقوق معوقه رو همزمان در بحث شکایتش از افزایش قیمت بلیط‌ها بهش اشاره کرده. و این هم یک کاربر دیگه بوده که در اینستاگرام در استوری اینستاگرامیش اومده و بلیت پرواز در واقع تهران به بانکوک رو در 2 مورد مختلف در تاریخ‌های مختلف بررسی کرده. در یک مورد اول که احتمالاً چند وقت پیش بوده 3,693,000 تومان بوده، ولی الان همون بلیت رسیده به 10,119,000 تومان حدوداً. و این به حال پایینش هم نوشته ما تبعیدی‌های وطن که امکان سفر برامون طبیعتاً نیست. بریم رو خطوط تلفن باز ببینیم که رضا چی فکر می‌کنه، از کجا با ما تماس گرفته، از مرند هست. رضا شما یه مقداری از افزایش قیمت‌ها و تأثیری که بر زندگیتون گذاشته، حالا چه قصدتون برای سفر، چه اون نشاطی که الان بعضی از بیننده‌ها بهش اشاره کردن، اینکه به هر حال سفر رفتن کمک می‌کنه به رفع خستگی‌ها و علاوه روانی هم کمک می‌کنه که آدم بتونه با سختی‌های زندگیش بهتر مواجه بشه بعد از اون. شما هم همچین تجربه داشتید یا خیر؟ سلام، خسته نباشید. والا موضوع من با اون موضوع سوالی که شما فرمودین یکم متفاوت. من دانشجو هستم، من اهل مرندم، من تو بوشهر دانشجو هستم. من قبلا میخواستم بیام بوشهر، میرفتم تهران، چون از تبریز پرواز مستقیم برای بوشهر نداره، میرفتم تهران، از تهران هم یه پرواز میگرفتم برای بوشهر. از تبریز به تهران میگرفتم 90 تومان، 85 تومان، 120 تومان، حتی یک گرون بود میگرفتم 150,000 تومان. بعد از تهران هم برای بوشهر میگرفتم 140، 150، 160، یعنی با 300 تومان، 80 تومان سرتای سفرم هم میآوردن. ولی الان واقعا دیگه برام سخت شده. من هزینه‌های تحصیلیمو، هزینه‌های سفرمو، هزینه‌های خورد و خوراک، همه چی رو حساب کردم با یه هزینه. الان یه هفته اصلا من دانشگاه من یه جوریه که ماهی حدوداً 2 بار میام اینجا، ماهی 2 بار، یعنی سفر به شهرم دارم میرم و برمیگردم. من مجبورم که راه برم تو نسبت به اون نظری که مسئول محترممون گفته بودم مردممون سفر میتونن سفر نکنن، میتونن نرن تو شرایط بد اقتصادی کشور، ولی منی که مجبورم چیکار کنم؟ واقعا هم سفر با اتوبوس برای من سخت. 10 ساعت از تبریز تا تهران بعد 24 ساعت هم از تهران بشینم تو اتوبوس بیام بوشهر. الان حدوداً پس چه تغییری کرده؟ قبلا گفتید هولوش 300,000 تومان اگه اشتباه نکنم براتون در میاد. الان اگه همون مسیر رو با هواپیما بخواد برید چقدر میشه براتون؟ الان با هواپیما اگه از تبریز بخوام برم تهران هولوش 290,000 تومانه. از تهران هم بخوام بیام بوشهر 300 حدوداً 380 تومان 450 تومان حدوداً. من سرتای از سفرمو بخوام هم بیارم با 890,000 تومان واقعاً دیگه برای من سخت. پدری که کارمند ساده دولت واقعا نمیتونه این هزینه‌ها رو برای من. و این نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که نهایتاً از محل تحصیلتون خارج نشید، برای دیدن خانواده مثلا برنگردید به شهر خودتون، یا اینکه هر جور شده از راه زمینی به حال دارید این کارو میکنید؟ به هر حال من باید از راه زمینی باید برم، چون من نمیتونم واقعا تو این شرایط آب هوایی که بوشهر داره، من بچه آذربایجانم، واقعا نمیتونم اینجا دووم بیارم. باید با اتوبوس برم که واقعا سخت میشه. شما فکر کن 40 ساعت تو اتوبوس بشینی دیگه واقعا جون نمیمونه برای آدم. خیلی ممنون از شما. پس همونطور که دیدیم به حال دانشجویان اصلا براشون ضرورته، بحث حتی خستگی در کردن و نشاط هم نیستش. سودابه از تهران شما چطور این موضوع افزایش قیمت بلیط‌ها رو بگید که رو زندگی شما چه اثری میذاره؟ سلام عرض می‌کنم. تقریبا اول مرداد ما تصمیم گرفتیم که با خانواده سفر در شهر ترکیه بریم. یه خانواده متوسطی هم هستیم از نظر اقتصادی. بعد کارامون رو همه کردیم و بالاخره تورا رو تا قیمت رو همه چک کردیم و حالا مثلا یه قیمت‌های مناسب متوسطی رو پیدا کردیم. دقیقاً یک هفته 10 روز پیش که این مسئله قطع ارز مسافرتی و به دنبال اون 2 برابر شدن نرخ پروازهای خارجی و داخلی پیش اومد، ما مجبور شدیم این سفر رو کنسل کنیم به دلیلی که دقیقاً شاید از دو هزینه‌ای که ما برآورد کرده بودیم که باهاش سفر بریم دقیقاً 2 برابر و شاید 2 برابر و نیم شده بود و واقعاً برای ما امکانش وجود نداشت. من میخوام اینو عرض کنم خدمت مسئولینی که میگن حالا شرایط اقتصادی سفر نرید چه اشکالی داره. واقعاً سفر یه نیازی روحی روانیه. خود من به شخص هر موقع مسافر هستم من تمام مشکلات، گرفتاری‌های زندگی، همه اینا رو اصلا انگار فراموش میکنم. فکر میکنم همینطور. بسیار خوب. و این واقعا خیلی ممنون از شما سودا. مرسی که به این نکته بازم اشاره کردید شما، و عذر میخوام که دیگه فرصتی بیش از این نداریم. بریم آخر برنامه از چند تا پیام براتون بخونم. برای ما معراج در اینستاگرام نوشته که بلیت تهران بندرعباس 4 برابر شده. شما حتما میتونید برید در توییتر برام بگید که اون مسیری که معمولا بیشتر استفاده میکردید چه تغییری در قیمتاش ایجاد شده. مریم در فیسبوک گفته که 1 چند سالی بود که مردم طبقه متوسط در تفریحاتی که اینجا نداریم مثل کنسرت میتونستن برن ترکیه یا کشورهای اطراف، الان دیگه نمیتونن. و مهدیس نوشته که من به همراه همسرم قصد داشتیم برای عکاسی عروسی و ماعسل یک مسافرت به خارج از کشور داشته باشیم که دیگه نمیشه. حالا ممکنه به نظر شما این خیلی دیگه کار لوکسی بیاد، ولی به هر حال دوست داشتن این کارو بکنن و نتونستن. ما مردمی هستیم که به ظلم عادت کردیم، هر چقدر گرون بشه باز برامون مهم نیست. و بابازاده هم آخرین پیامی که میخونم گفته این هفته قرار بوده به گرجستان سفر داشته باشم با هزینه جا برای هر نفر میشه عملاً 15 میلیون. برخلاف میل باطنیم این سفر رو کنسل کردم. امیدوارم که مشکل کمتر بشه براتون، به سفراتون بتونید ادامه بدید. در حال اگر نکته‌ای ناگفته مونده همچنان میتونید به صفحه توییتر ما مراجعه بکنید. @bbc شما شناسه توییتری ماست. وگرنه تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.